در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور تلاش می‌کند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که زودتر از موعد در روز یکشنبه سوم تیر ماه برگزار می‌شود، پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند. با این حال برخی از ناظران امور ترکیه بر این باورند که احتمال دارد رأی‌گیری به دور دوم کشیده شود. فرشته رستگار گزارش می‌دهد. اردوغان 22 سال پیش شهردار استانبول بود و بدون پرده پوشی در مراسم مذهبی شرکت میکرد. 4 سال بعد در رأس حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد و در آن هنگام هنوز طرفدار عضویت کشورش در اتحادیه اروپا بود. خواست ما برای عضویت در اتحادیه اروپا قدم دیگری است برای نوسازی و بست مردم سالاری در ترکیه. اما قرار دادن اسلام و تعالیم آن به عنوان محور سیاسی در ترکیه و سرکوب تمایلات غیر آن به مخالفت‌های گاه و بیگاه با اردوغان منجر شد. ای آلمانیا، sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. مهم نیست به من دیکتاتور میگن. از این گوشم میاد و از اون گوش میره. 3 سال پیش کودتای نظامی در ترکیه با شکست روبرو شد و رجب طیب اردوغان نیز فتح الله گلن، یک روحانی ترک را که در آمریکا در تبعید خودخواسته به سر میبرد، مقصر اعلام کرد. بیز بو تروریستی استیوروز بیزه ورمیو. ما خواستار استرداد این تروریست هستیم، اما آمریکا بهانه میآورد و این کار را نمیکند. تا پیش از شروع جنگ داخلی سوریه در 7 سال پیش، ترکیه و سوریه با بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک روابط حسنه‌ای داشتند. اما شدتگیری جنگ داخلی سوریه و آواره شدن تقریبا 1 میلیون نفر از سوری‌ها به ترکیه، روابط دو کشور را نیز به تیرگی کشاند. در اواسط فروردین ماه نیروهای نظامی ترکیه به همراه شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه، شهر افرین در شمال غربی سوریه را که در کنترل واحدهای مدافع خلق کرد بود، پس از 3 روز محاصره به کنترل درآوردند. این عملیات که با نام شاخه زیتون آغاز شده بود، به تهییج احساسات ناسیونالیستی ترک‌ها و افزایش حمایت از آقای اردوغان منجر شده است و رئیس جمهوری ترکیه نیز همان زمان تاکید کرد که این عملیات تا آزادسازی شهر منبج در شمال سوریه ادامه خواهد یافت. در حالی که مخالفان رجب طیب اردوغان از گرایشات مذهبی و اقتدارگرایی او انتقاد می‌کنند، حامیان رئیس جمهوری ترکیه معتقدند او توانسته است در کمتر از 2 دهه ترکیه را به صورت یکی از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در غرب آسیا درآورد. فرشته رستگار، صدای آمریکا.